با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار، و امیدوارم که 13 رو به در کرده باشید. دوست داشتم برنامه امروزم رو تقدیم کنم به جانباختگان راه آزادی ایران. یکی از اونها حنانه کیا نام داره. حنانه کیا 22 ساله که در 30 شهریور با اصابت گلوله نیروهای پاسدار به پهلوش در نوشهر کشته شد. در همین امروز خواهر او ویدیویی رو روی صفحه خودشون گذاشتن. حنانه کیا که ملقب هست به عروس ایران. خواهر او چنین می نویسد: آبجی مهربونم، پارسال 13 به در هیچ کداممان حتی فکرش را نمی کردیم که امسال دیگر با ما نباشی. این روزها بدون که خیلی سخت می گذره مهربونم. دلم خیلی برای خودت و خنده های قشنگت تنگ شده. 13 به در مبارک، فرشته آسمونی، به امید آزادی ایران. خواهر حنانه کیا. با هم نگاه کنیم به ویدیویی که سال پیش در 13 به در از او گرفته شده. یادش گرامی باد و راهش ادامه دارد. نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. نگاه کنیم. پدر و مادر او بر سر مزارش رفتند، سبزه گره زدند و گفتند: برای آزادی کشورمان، برای پیدا کردن قاتل و قاتلین فرزندانمان، برای پیدا شدن قاتلت و برای آزادی. برای آزادی کشورمان، برای پیدا کردن قاتل و قاتلین بچه هم پیدا شدن قاتل از من اینجا قاتلین گناه زدن کشتن. برای آزادی همه ما گره زدیم برای آزادی. دوست داشتم در همین جا یادی بکنم از سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله‌ای که در منطقه نازی‌آباد 16 تهران، محله نازی‌آباد، با شلیک نیروهای امنیتی کشته میشه. مادر او بر مزارش میگوید: انتقامت را میگیرم مادر، به راحتی از خونت نمیگذرم. خونتو بگیرم، بابا من انتقام خونتو بگیرم.
نمیگذرم به این راحتی از خونه سلام و با این ویدیو این قسمت رو به پایان میرسونیم و به پیام های و گفتنی های دیگر میپردازم. دوست داشتم این ویدیو رو با هم ببینیم. یاد تمام جانباختگان راه آزادی رو گرامی میدارم. روحشان شاد، یادشان همیشه با ماست و بارها و بارها برای این گفتم. از برنامه دوست داشتم پیامی رو با هم نگاه کنیم. پیامی از رضا محمد حسینی. رضا محمد حسینی کسی است که چندی پیش با خالد پیرزاده هنگام شعار نویسی بازداشت میشه، چند ماهی در زندان بوده و بعد هم آزاد میشه، که در برنامه‌های پیش هم یکی از پیام‌هاش رو براتون گذاشتم. در برنامه که هنگامی که آزاد شده بود پیام داده بود و امروز هم پیام دیگری رو فرستاده، در مقابل زندان رجایی شهر قرار گرفته و این پیام رو داده که با هم میشنویم و ببینیم. امروز 13 فروردین 1402 اینجا یکی از شکنجهگاه ها و کشتارگاه های جمهوری اسلامی به نام زندان رجایی شهره که بسیاری از زندانیان سیاسی که من در اینجا حبس کشیدم الان پشت این دیوارهای بلنده و باید 13 بده رو بدون خانواده شون باشن. امروز اومدم اینجا یه پیامی براشون داشتم که بگم اومدم 13 بده رو کنارتون، با این که اون همه فاصله بین اون هست قلبمو به قلبتون گره بزنم و تا زمانی که تمامی زندانیان سیاسی آزاد نشن و تا زمانی که جمهوری اسلامی رو از ایران بیرون نکنیم سکوت نخواهم کرد. پاینده ایران و ایرانی. هموطنان عزیز، میدونید که رژیم جمهوری اسلامی شدیداً با رقصیدن و شادی کردن دشمنی داره و اینکه دوست نداره که کسی برقصه و شادی کنه، مخصوصا در این ایام ماه رمضان که شدیداً فشارش رو گفتم که در چند هفته پیش فشارش رو مغازه ها آورده، روزخاری که بازداشت های متعددی که روزخاران رو میکرده، ولی جلوی مردم رو نمیتونن بگیرن. مردم در روز 13 بدر به پارک ها و محلاتی رفتند و جشن گرفتند. 13 رو بدر کردند با رقصیدن و شادی کردند و خود این رقصیدن و شادی کردن مبارزه ایست و خاری ایست بر چشم جمهوری اسلامی. درودی میفرستم به هموطنان ما در لرستان با رقص و پایکوبی در خرم‌آباد و گره زدن و بگن که تا نابودی رژیم جمهوری اسلامی. ما این سبزه ها رو با امید نابودی جمهوری اسلامی گره زدیم. درود من به هموطنان ما در خراسان و رقص و پایکوبی در نزدیکی آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی. درودی دارم به هموطنان ما در ایلام در این رقص و پایکوبی به مناسبت 13 بدر.
مطمئن هستم که همه شما وقتی که گره می زدید این رو می گفتید، مگه نه؟ فروردین سال 1402 هسته، سبزه گره می زنی به نیت آخوند در به در جمهوری اسلامی از بین بره، به این نیت سبزمون گره زدیم به این امید. اشتباه نکردم نه؟ همه ما گره زدیم و همه ما خواهان این بودیم که آزادی به مملکت ما برگرده، حقوق بشر و حقوق انسان رعایت بشه، نه اعدامی باشه، نه ضرب و شتمی، نه شکنجهی، نه شلاقی. درودی دارم به همه جای ایران. با هم نگاه بکنیم این ویدیو رو و به قسمت دیگری بپردازیم. بینندگان عزیز، در ایام نوروز در گوش و کنار ایران همه سعی کردن با رقصیدن و پایکوبی اعتراض خودشون رو اعلام کنن. در این چند روزه صحبت از ماست، صحبت ماستی بود که در روز جمعه من براتون داشتم میگفتم که مأمور سپاهی که آمد و ماست رو ریخ روی سر یکی از دختران در یک لبنیاتی، آمدن پلم کردن اونجا رو، البته بعدش باز کردن پلم رو و نتونستن این رو ادامه بدن به دلیل اینکه خبر رسانی آنچنان گسترده و پخ شده بود که آبروی نظام رو می برد اگر اینچنین ادامه می دادن. و نکته جالبی که من باید در اینجا اضافه کنم اینکه گشتن پیدا کردن که چه کسی این کار رو کرده و یک مداحی بوده که آمده ماس ریخته. و اینکه مردم امروز در مقابل حرکت‌های پاسداران و سپاهی ها و مأموران خودشون سکوت نمی کنن و عکس العمل نشون میدن. در طی ایام در خیابان ها و کوچه پس کوچه ها مراسم های متعددی گرفتن و حتی ترس و وحشتی از این نداشتن که کجا هستند، کجا نیستند و آیا پاسداری میاد، سپاهی میاد. نه، روشی که پیش گرفتن روش رقصیدن و پایکوبی بود. در شما رو در این قسمت از برنامه میخواهم به یزد ببرم، به یزد در محدوده مسجد جامع این شهر، که ببینید جوانان چگونه پایکوبی میکنن و حتی راه پیمایی رقص هم انجام میدن. بله، گفتم در خیابان‌ها. و یکی دیگر از کارهایی که بچه‌های ایران انجام میدن، من در هفته پیشم یک ویدیو از یک بانوی نشون دادم و حتی در یک جایی بود که از این زنای محجبه اسلامی آمدن که مخالفت کنن و جلوشون رو بگیرن، با حمله هموطنان در مترو مواجه شدند و نتونستن و حتی اون زن رو بیرون کردن از مترو. دوست داشتم با هم ویدیویی رو ببینیم از دختر جوانی که در مترو میرقصه و مورد استقبال و تشویق هموطنانمون در داخل مترو قرار میگیره. این هم خودش مبارزه است و این هم خودش حرکتیه که باید ادامه داد
و باز هم تکرار میکنم، حرکتی که خاری است بر چشم جمهوری اسلامی. بینندگان عزیز، خیلی ها بر این اعتقاد هستن که خب الان دیگه کسی کاری نمیکنه، فعالیتی نمیکنه. این چنین هم نیست. جوانان ما در شرایط ها، در مقطع‌های زمانی کارهای متفاوتی میکنن. یکی از اون کارهایی که متفاوتی که انجام میدن شعار نویسی است. هر شب شما فکر کنید که جمهوری اسلامی پول میده که بیان این شعارا رو صبح پاک کنن، اینها دوباره شعارا رو هر شب مینویسن. و مهمتر از این که منطقه هایی رو انتخاب میکنن که فرض بگیر مثلا در مقابل مسجدیه، در مقابل یک محلهیه که مال خود این رژیمه و میدونن که میتونن مشکل ساز باشه براشون، ولی ترس و وحشتی ندارن. و این رو باید در همینجا اضافه کنم که هموطنان ما در قم مقر آخوندها و مقر اسلامی هاست. در هر صورت، درشان که بعضیا بر این باور هستن که خیلی ها در قم مخالف هستن و بارها و بارها دیدیم که اعتراضات و شعار نویسی، آتش زدن عکس قاسم سلیمانی و خامنه ای در قم بسیار زیاد بوده. در همین جا دوست داشتم درودی بفرستم به هموطنان ما در قم و با این شعار نویسیشون که می نویسند مرگ بر خامنه‌ای. شعار نویسی همونطور که گفتم نه تنها در قم هستش، بلکه در جاهای دیگه از ایران هم هست. که یکی از شعارهایی که براتون انتخاب کردم این شعار امسال میده: کشته سپاه، مرگ بر کل نظام. خیابونا مال ماست، روی زمین نمیمونه خونمون. میگیم امسال میده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام. امسال میده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام. امسال میده و در قسمت پایانی برنامه دوست داشتم به بازنشستگانی اشاره کنم. بازنشستگانی که در واقع جلوی فرمانداری شوش هستند و امروز گویا یک قانونی رو گذروندن که باز هم بازنشستگان محروم هستند. بازنشستگان ایران و همه کارگران از محرومیت‌های برخوردار هستند. شعارهایی که اونها میدن شعارهایی است که واقعاً دل هر انسان رو، قلب هر انسانی رو به لرزه در میاره. و وقتی که کارگری از نبود امکانات و نبود یخچال خالی صحبت میکنه، اولین رو با هم نگاه کنید ببینید. جمع بازنشستگان شهرستان شوش 14 فروردین 1402 سر اعتراض به مصوبه ظالمانه شورای عالی کار. نمجلس ندولت نیستن به فکر ملت. 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 ویدیوی بعدی رو با هم نگاه میکنیم. ویدیویی که همونطور که گفتم واقعا قلب انسان رو به درد میاره. از یخچال خالی میگه، که یخچال خالی که مثل همیشه باید بگم که خالیه. میگن که گرانی، تورم، بلای جان مردم، یا میگویند یخچال بازنشسته خالی تر از گذشته. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز دوشنبه 14 فروردین 1402 در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار، تورم بالای 50% افزایش دستمزد،
31 درصد. این افزایش مطابق است با خالی شدن هفت‌بیشتر صفحه کارگران و بازنشستگان همه روحی امروز دوشنبه چهاردهم فروردین. بینندگان عزیز، این بود برنامه امروز من. در همین جا دوست داشتم تشکری رو بکنم از شما هموطنان عزیز که روز شنبه با ما و همراه ما فریاد نه به جمهوری اسلامی سر دادید. با هم زن زندگی آزادی رو سر دادیم. با هم شعار دادیم و گفتیم Human Right for Iran، و یا با هم شعار دادیم نومور آیت الله، یا با هم در کنار شهردار هالیوود و لس آنجلس و دیگر یکی از اعضای پارلمان با هم گفتیم Women's Right Freedom، شعارهایی که با هم یک صدا دادیم در وست وود لس آنجلس. مرسی که آمدید، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید و با هم و یک صدا در روز شنبه با هم بودیم. در صورت دوست داشتم تشکر کنم از تلویزیون پارس که همیشه ما رو در این راه حمایت کرده. این بود برنامه امروز من. تشکر از سپهر عزیزم در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید با من و همراه من بودید. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. یادتون باشه قدر همدیگرم بدید. خدا نگهدارتون.